سلام بر شما، به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. جام جهانی برزیل ساعت 24 دقیقه امشب پنجشنبه به وقت اروپا افتتاح می شود. طرفداران پروپا قرص 20مین دوره جام جهانی فوتبال با شور هیجان برای شروع بازی ها لحظه شماری می کنند. پس از مراسم افتتاحیه، در اولین بازی برزیل در مقابل کرواسی در ورزشگاه ساو پائولو به میدان می رود. ایران که با آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم گروه است، در نخستین بازی دوشنبه آینده ساعت 11:30 شب به وقت تهران در شهر کوریتیبا با نیجریه روبرو می شود. گزارش خبرگزاری های جهان حاکی است که نیروهای داعش به سوی بغداد در حال پیشروی هستند. گروه اسلامگرای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در اطراف شهر سامرا 100 کیلومتری پایتخت عراق استقرار یافتند. آماده باش نیروهای ایران در مرز کردستان اعلام آمادگی دختر صدام حسین برای پیوستن به داعش و درخواست ترکیه از ناتو برای برگزاری نشست فوری درباره حوادث موسل از مهمترین رویدادهای مرتبط با بحران عراق است. در روزهای اخیر گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش حملاتی را در مناطقی از شمال و شمال غرب عراق آغاز کرده و مناطقی از این کشور را به اشغال خود درآورده است. در آخرین اخبار مرتبط با این موضوع، رسانه‌های عراق از آغاز نشست ملی با حضور نخست وزیر، رئیس پارلمان، رئیس ائتلاف ملی و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خبر دادند. بر اساس گزارش الفرات، نشست ملی در دفتر ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق با حضور نوری المالکی نخست وزیر، اسامه نجفی رئیس پارلمان، سید عمار الحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و برخی دیگر از مقامات سیاسی با هدف بررسی اوضاع امنیتی به ویژه سیطره گروه تروریستی داعش بر برخی مناطق موصل و صلاح الدین برگزار شده است. در همین حال همزمان با درخواست ترکیه از ناتو برای برگزاری نشست فوری درباره حوادث موصل، وزیر امور خارجه ترکیه هم سفر خود به نیویورک را نیمه تمام گذاشت و تصمیم گرفت به کشورش بازگردد. جلسه اضطراری ناتو برای بحث درباره اوضاع عراق به درخواست ترکیه عصر چهارشنبه در بروکسل تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یکی از مقام‌های ناتو، ترکیه در این نشست درباره وضعیت موصل و شهروندان ربوده شده اش توسط داعش توضیحاتی داد. این مقام ناتو حملات داعش را در عراق تهدید جدی علیه عراق و منطقه خواند. احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه تعداد شهروندان ربوده شده این کشور را 80 نفر اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت صدمه دیدن آنها ترکیه تلافی خواهد کرد. از آن سو یک مقام غربی امروز روز پنجشنبه گفته است که دولت نوری المالکی موافقت خود را برای بمباران کردن مواضع گروه داعش توسط جنگنده های آمریکا اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نوری المالکی نخست وزیر عراق به طور سری از کاخ سفید خواسته است که مسئله بمباران مواضع سنی های تندرو مخالف دولت بغداد را بررسی کند. در رویداد دیگر نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه حمله نیروهای گروه تروریستی داعش به عراق را محکوم کرد. شبکه خبری المیادین ضمن اعلام این خبر افزود این نهاد بین‌المللی خواستار آزادی فوری افراد ربوده شده به دست نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش شده است. شورای امنیت همچنین بر حمایت از دولت عراق برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب نیز در پایان نشست خود در آتن در بیانیه مشترکی خواستار وحدت نیروهای دموکراتیک عراق برای مقابله با گروه‌های جهادی شده است. این نشست برای بررسی مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل شده بود. این بیانیه به ویژه از دولت عراق و اقلیم کردستان عراق خواسته است
با ترکیب نیروهای سیاسی و نظامی امنیت را به موصل و استان نینوا بازگردانید. وزیر امور خارجه عراق نیز در نشست آتن از رهبران همه گروه‌های سیاسی در عراق خواسته بود برای مقابله با خطر به گفته او مرگباری که این کشور را تهدید می‌کند به یکدیگر دست اتحاد دهند. در رویدادی دیگر نیز دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در بیانی از بازپسگیری شهر تکریت در استان صلاح الدین خبر داد. به گزارش پایگاه السومری نیوز، سرویس مبارزه با تروریسم در بیانی اعلام کرد که بر شهر تکریت مسلط شد. این در حالی است که عناصر داعش بعد از ظهر روز گذشته بر این شهر که در مرکز استان صلاح الدین عراق قرار دارد کاملا سیطره پیدا کرده بود. سرویس مبارزه با تروریسم همچنین اعلام کرد که منطقه بیجی در شمال تکریت را آزاد کرده است. گفتنی است در پی سقوط شهر موصل در روز سه‌شنبه، شهر تکریت زادگاه صدام حسین و مرکز استان صلاح الدین عراق نیز به دست گروه تروریستی داعش افتاده بود و این گروه پس از تصرف تکریت صدها زندانی در زندان این شهر را آزاد کردند. تعداد این زندانیان حدود 300 نفر اعلام شده است. شاهدان عینی گفتند که نیروهای داعش از بلندگوهای تکریت اعلام می‌کردند که در حال رفتن به سمت بغداد هستند. خبرگزاری آلمان تعداد نیروهای داعش در موصل را 3000 نفر دانسته است. شامگاه دهم ژوئن شهر بیجی در کنار رود دجله نیز به تصرف داعش درآمد. این شهر صنعتی به دلیل پالایشگاه و نیروگاه‌های برق از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار است. بیجی در کنار رود دجله و در مسیر بغداد از جهت شمال قرار دارد. عصر چهارشنبه وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان نخستین مواجهه نظامی نیروهای کرد و داعش را تایید کرد. درگیری در شهر مرزی شنگال در استان نینوا در جریان است. در این میان مسعود بارزانی که در خارج از عراق به سر می‌برد، کرسرت رسول معاون خود را به صورت موقت به سمت فرماندهی کل نیروهای نظامی کردستان منصوب کرد. کرسرت رسول از اعضای برجسته اتحادیه میهنی کردستان، معاون طالبانی و یکی از مهمترین چهره‌های نظامی این حزب و اقلیم کردستان است. در رویدادی دیگر، دختر صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، اعلام کرد که برای تأمین خواسته‌های نیروهای دولت اسلامی عراق و شام آماده است وی به زودی به این گروه بپیوندد. روزنامه الحقیقه در این خصوص نوشت که رغد صدام، دختر دیکتاتور عراق، اعلام کرد به زودی به صحرای الانبار می رود تا به نیروهای داعش بپیوندد. بنابراین گزارش، رغد گفته است من به زودی به نیروهای دولت اسلامی عراق و شام خواهم پیوست تا اولین زن مجاهد در داعش باشم که بتوانم خواستهای آنها را برآورده کنم و در کنارشان با ارتش عراق بجنگم. رغد صدام پس از سرنگونی صدام در سال 2003 میلادی به اردن متواری شده و از آن زمان تا کنون نتوانسته به عراق بازگردد. در همین راستا دولت جمهوری اسلامی نیز در واکنش به تحولات عراق و تحرکات داعش در مرزهای 220 کیلومتری غربی خود با کردستان اعلام آماده باش کرده است. پروازهای هواپیماهای ایرانی به مقصد بغداد نیز لغو شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از افزایش مراقبت‌های اطلاعاتی در مرزهای مشترک با عراق خبر داده و افزوده که هنوز تصمیمی برای توقف سفر زائران ایرانی به اماکن زیارتی عراق گرفته نشده است. احمدی مقدم گفته که در حال حاضر به غیر از سامرا هیچ شهر زیارتی عراق مشکل امنیتی ندارد.
نیروهای آمریکایی که با حمله نظامی سال 2003 میلادی وارد عراق شده بودند، در سال 2011 خاک این کشور را ترک کردند، اما به ارسال مقادیر قابل ملاحظه‌ای کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به دولت عراق ادامه دادند. با این همه، به علت سیاست‌های اشتباه دولت نوری المالکی، عراق همچنان دستخوش ناآرامی و ناامنی بوده و عملیات مسلحانه گروه داعش که از آن به عنوان یک تشکل منشعب از شبکه القاعده نام برده می شود، یکی از چالش‌های امنیتی عمده در عراق محسوب می شود. اسلامگرایان عضو داعش در ابتدا به عنوان اعضای تشکل وابسته به شبکه القاعده فعالیت داشتند، اما با بروز اختلاف بین این گروه و رهبری شبکه القاعده از این شبکه جدا شدند تا هدف نهایی خود یعنی استقرار حکومت اسلامی و اجرای قوانین شرع در عراق و سوریه را دنبال کنند. همانطور که در گزارش به اطلاع شما رسید، نیروی دولت اسلامی عراق و شام داعش در حمله به کنسولگری ترکیه در موسل 80 نفر از جمله کنسول این کشور را ربودند. احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داده در صورت آسیب به شهروندان ترکیه این عمل بدون پاسخ نخواهد ماند. مایستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. در پی حمله گروه تروریستی داعش به کنسولگری ترکیه در شهر موسل عراق، وزارت خارجه ترکیه بلافاصله میز بحران تشکیل داد و با صدور بیانیه‌ای در این رابطه به گروه داعش هشدار داد که در قبال این عمل بی تفاوت نخواهد ماند. ساعت 11 صبح روز چهارشنبه متاسفانه گروه تروریستی داعش کنسولگری ترکیه در شهر موسل عراق رو مورد حمله قرار داد و 49 پرسنل کنسولگری رو به همراه اعضای خانواده‌شون که در بین اونها گفته شده حتی چند کودک هم وجود داره رو ربودند و به محل نامعلومی برند. این خبر که مثل یه شوک برای نه تنها ترکیه بلکه منطقه بود، باعث شد تا بلافاصله آقای داوود اوغلو سفرش رو در امریکا نیمه کاره رها بکنه و به ترکیه بازگره تا در جلسه اتاق بحرانی که در این زمینه تشکیل شده شرکت بکنه. آقای داوود اوغلو که از وقوع این اتفاق بسیار ناراحت بود، در اشاره به این موضوع و ارتباطش با رویدادهای سوریه گفت حوادث قابل تعمقی در جریان هست. اونهایی که مخالفین سوری رو تروریست مینامن واقعیات رو نمیبینن. ایشون همینطور گفتن که حوادث شمال سوریه روشن هست. نخست رژیم اسد بمباران میکنه و در پی اون گروه داعش وارد عمل میشه. ما بین این موضوع یک همکاری واضح و آشکار و قابل بحث وجود داره. آقای داوود اوغلو گفت که رژیم بشار اسد خودش منشأ و به وجود آورنده این گروه هست. با این همه ایشون اشاره کردن که مسئول مستقیم تامین امنیت دیپلمات‌های ترکیه دولت بغداد هستش. از سوی دیگه بنابر بخشنامه که به کلیه مراکز پلیس در سراسر ترکیه ابلاغ شده، تمامی این مراکز به حالت آماده باش در اومده، چرا که این بیم وجود داره که گروه تروریستی داعش بخواد حملات انتحاری خودش رو در فرودگاه‌ها، مراکز دولتی و مکان‌ها و یا حتی برخی دفاتر کشورهای خارجی ادامه بده. خبری هم البته در این زمینه روزنامه ملیت منتشر کرده و عنوان کرده یکی از اعضای داعش که با هدف انجام عملیات انتحاری وارد ترکیه شده دستگیر شده. از سوی دیگه آقای عبدالله گل هم در جلسه‌ای که در کاخ ریاست جمهوری با اعضای دولت و نهادهای امنیتی و نظامی داشتند به بررسی این موضوع پرداختند و در واکنش به این حادثه گفتند که این اتفاقات دور از انتظار نبود. در اتفاقات روز چهارشنبه در موسل عراق همینطور تعدادی از رانندگان کامیون ترک نیز به گروگان گرفته شدند. مجموعاً آنطور که رسانه‌های داخلی ترکیه گزارش دادن 70 نفر در این حملات ربوده شدند. تلاش البته با جدیت در این زمینه برای آزادی گروگان‌ها ادامه داره. آقای داوود اوغلو هم گفتن که از محل نگهداری گروگان‌ها اطلاع داریم و همگی در سلامت هستند. حتی یک خبر دیگه هم البته تایید نشده عنوان می‌کرد که محلی که گروگان‌ها در اونجا نگهداری میشن در محله 17 جولای شهر موسل عراق هستش. گزارش بود از همکارمان مایستان بختیاری از ترکیه. نشست دو روزه معاونان وزیر خارجه کشورهای حوزه دریای مازندران در شهر رامسر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این نشست با عنوان اجلاس ویژه گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران برای آماده کردن بیانیه پایانی نشست سران این کشورها برگزار می‌شود. قرار است رؤسای جمهور ایران، روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان 7 مهر ماه در استراخان روسیه تشکیل جلسه دهند. این کشورها سال هاست که بر سر تعیین رژیم حقوقی این دریا مذاکره می کنند. پیشتر روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر تقسیم بستر این دریا به توافق رسیدند، اما ایران و ترکمنستان با آن مخالفت کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران لغو سفر خود به ایتالیا را به دلیل مشکلات جسمانی تایید کرد و گفت قرار بود در این سفر در شورای روابط خارجی اروپا سخنرانی کنم. آقای ظریف درباره احتمال دیدار با نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای نیز گفته است مذاکره با آقای سرگی ریابکوف در دستور کار معاونانم بوده و قرار نبوده که دیداری با این مقام روسی داشته باشم. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه، برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به روم سفر کردند و قرار است با سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 به علاوه 1 درباره موضوع هسته‌ای گفتگو کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی از ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای دیگر با همکاری روس‌ها خبر داد. پس از مذاکره با آمریکا، مذاکره 2 جانبه ایران با فرانسه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم در ژنو برگزار شد. عباس عراقچی فضای این گفتگوها را مثبت ارزیابی کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه با توافقات صورت گرفته قرار است 2 نیروگاه اتمی عملیاتی شود، از بازطراحی و برنامه کاهش میزان تولید پلوتونیوم آب سنگین عراق به کمتر از 1 کیلو خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه مذاکراتی که با روس‌ها برای ساخت نیروگاه اتمی انجام شده است، اظهار داشت با روس‌ها مذاکراتی در این رابطه انجام داده ایم که امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور این مذاکرات به نتیجه نهایی برسد. صالحی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این توافقات برای ایجاد 8 نیروگاه اتمی است، گفت فعلا راه اندازی 8 نیروگاه اتمی به صورت 1 بحث مطرح است، ولی امیدواریم در کوتاه مدت طبق مصوبه دولت ساخت 2 نیروگاه با همکاری روس‌ها را عملیاتی کنیم. وی در مورد میزان نیاز ایران به سانتریفوژها گفت نیاز عملی ما همانطور که بارها اعلام کرده ایم در آینده، یعنی طی 7 الی 8 سال آتی، نیروگاه بوشهر است. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در مورد وضعیت آب سنگین عراق نیز اظهار داشت. آب سنگین عراق در حال بازطراحی است، به طوری که قرار است میزان تولید پلوتونیوم آن که در حال حاضر میزان تولید آن 9 الی 10 کیلو است به کمتر از 1 کیلو برسد. اظهارات آقای صالحی در خصوص ساخت 2 نیروگاه جدید در حالی است که مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در جریان است. در همین راستا عباس عراقچی روز گذشته پس از پایان مذاکرات 2 جانبه خود با نماینده فرانسه در گروه 5 به علاوه 1 این گفتگوها را مفید دانست و گفت در این دیدار موضوعات مطرح در مذاکرات هسته‌ای مورد مشورت و رایزنی قرار گرفت. گفتگوها و تبادل نظرها در فضای مثبتی صورت گرفت که در آستانه دور بعدی مذاکرات در وین مفید است. به گفته آقای عراقچی نیز این گفتگوها در محل اقامت سفیر ایران در ژنو برگزار شد و بیش از 3 ساعت به طول انجامید. این دیدار در حالی صورت گرفته است که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، 20 خرداد ماه اظهار کرد که اختلاف اساسی 5 به علاوه 1 با ایران بر سر تعداد سانتریفوژهای ایران است و در حالی که گروه 5 به علاوه 1 میگوید ایران میتواند چند صد سانتریفوژ داشته باشد، تهران خواستار صدها سانتریفوژ است. آقای فابیوس در ادامه تاکید کرد که صدها هزار سانتریفوژ تنها برای ساخت بمب اتمی به کار می‌رود. در ادامه مذاکرات اتمی با 6 قدرت جهانی، جمهوری اسلامی در هفته جاری گفتگوهای 2 جانبه ای را با شماری از اعضای گروه 5 به علاوه 1 آغاز کرده است.
بر همین اساس 19 و 20 خرداد ماه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در ژنو مذاکره دو جانبه برگزار کردند. عباس عراقچی مذاکرات را هم مثبت و سازنده توصیف کرده، اما در عین حال تأکید کرد که اختلاف‌ها هنوز باقی است. در ادامه مذاکرات دو جانبه به گزارش خبرگزاری‌های ایران قرار است 22 خرداد ماه در روم با نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 دیدار کنند. به گفته عباس عراقچی ایران روز یک شنبه 25 خرداد ماه نیز در تهران با آلمان مذاکره خواهد کرد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 قرار است 26 تا 30 خرداد ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. ایران میگوید که انتظار دارد در این دور از مذاکرات طرفین از کلیات وارد جزئیات شده و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای را آغاز کنند. دادگاهی در قاهره علا عبدالفتاح از جوانان انقلابیون مصر و 24 تن از دیگر از فعالان مدنی و وبلاگ نویس های مخالف را به زندان های طولانی مدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این فعالان مدنی به اتهام زیر پا گذاشتن قانون مربوط به تظاهرات و اجتماعات هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. آقای عبدالفتاح از چهره‌های اصلی انقلاب مصر در سال 2011 است که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد. به پاییز گذشته در تظاهراتی در قاهره بازداشت و پس از سپردن وثیقه در ماه مارس آزاد شد. بشار اسد عربستان سعودی را کشوری خواند که پس از اسرائیل بیشترین دشمنی را با سوریه دارد. وی در گفتگویی با روزنامه الاخبار درباره احتمال تغییر موضع جمهوری اسلامی پس از نزدیکی ایران با آمریکا گفت: موضع جمهوری اسلامی در قبال سوریه استوار و پابرجاست و همپیمان ایرانی می‌داند که جنگ ضد سوریه آنان را نیز هدف قرار داده است، زیرا هدف کل محور مقاومت و حامیان آن است. بشار اسد تاکید کرده به همپیمانان سوریه اعتماد دارد و گفته است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حامی مواضع سوریه است، زیرا وی به خوبی می‌داند که تحرکات در سوریه اقدامی مردمی نیست. علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه در فیلمی که از وی در جمع فرماندهان این نیرو منتشر شده حمایت علی خامنه ای از نامزدی احمدی نژاد و دخالت سپاه در انتخابات سال 88 را تایید کرده است. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده سپاه در فیلمی که محمد نوریزاد آن را منتشر کرد از دخالت سپاه در انتخابات خونین 88 خبر داده بود. فیلم سعیدی در حالی منتشر شد که وی دو روز پیش حضور در سخنرانی فرمانده سپاه را تکذیب کرده بود. در فیلمی که از علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه از سوی محمد نوریزاد در اینترنت منتشر شده، آقای سعیدی درباره چرایی حمایت خامنه ای از احمدی نژاد و دخالت سپاه پاسداران در انتخابات سال 88 به نفع احمدی نژاد سخن گفته است. وی گفته از آنجا که دولت احمدی نژاد به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی نزدیک و دولتی اصولگرا بوده، سپاه به وظیفه خود در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم عمل کرده است. سعیدی در این فیلم از مجمع روحانیون مبارز و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اپوزیسیون دولت اصولگرای احمدی نژاد و نظام ولایت فقیه نام برده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد برخی نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در وقایع سال 88 انتقاد کرده و گفته این نهادها در این وقایع خونسا عمل کرده و مخالف دولت احمدی نژاد بودند. نماینده ولی فقیه در ادامه سخنان خود اعلام کرده از آنجا که وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نارنجی و خطرناک شده، سپاه وظیفه دارد در این حوزه دخالت کند. روح کلی سخنان علی سعیدی در این فایل 19 دقیقه‌ای دفاع از دخالت سپاه در انتخابات، تایید حمایت خامنه‌ای از احمدی نژاد و حمله به اصلاح طلبان و جریان‌های منتقد وضعیت موجود است. فیلم سعیدی در ادامه فایل تصویری چندی قبل سردار جعفری فرمانده سپاه است.
در ویدیویی که از سخنرانی محمد علی جعفری اخیراً در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود، او در مورد انتخابات و رخدادهای سال 1388 از نقش این نیروی نظامی در ممانعت از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان و مقابله با اعتراضات پس از آن می‌گوید. آن ویدیو را نیز محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار معترض، در وبسایت و صفحه فیسبوک خود منتشر کرده بود. فرمانده سپاه پاسداران ایران در آن فیلم گفته بود نگرانی و دغدغه و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ پیدا کرده بودند روی کار بیایند. سلشگر جعفری از شیب نگران کننده‌ای در مورد انتخابات گفته بود که ممکن بود آن را به مرحله دوم برساند. در مرحله دوم هم که معلوم نیست نتیجه به چه شکلی شود. گفتنی است فیلم علی سعیدی در تایید دخالت سپاه در انتخابات 88 همراه با سردار جعفری در حالی روز گذشته منتشر شد که وی روز سه‌شنبه مقابل خبرنگاران وجود ویدیوی سردار جعفری را انکار کرده بود و اینک در فیلم جدید تصاویر وی به هنگام سخنرانی فرمانده سپاه مشاهده می شود. همچنین بخش دوم این فیلم هم نشان می‌دهد که علی سعیدی نه تنها شنونده سخنان فرمانده سپاه بوده بلکه در این مراسم نیز سخنرانی کرده است. در پایان بخش دوم این فیلم سعیدی از آن دسته از فرماندهان سپاه که هنگام سخنرانی وی چرت می‌زنند نیز انتقاد کرده و خواستار بیدار کردن آنها می‌شود. در پی اعتراضات گسترده‌ای که به نتایج انتخابات خرداد 88 شد، علاوه بر قربانیان، بسیاری از چهره‌های مخالف، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران یا شهروندان معترض نیز بازداشت شدند. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از چهره‌های سرشناس معترض نیز در نهایت در حصر خانگی قرار گرفتند و تلاش‌ها برای رفع حصر آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده است. محمود علوی وزیر اطلاعات میگوید مردم در جمهوری اسلامی امنیت را مدیون کارکنان وزارت اطلاعات هستند. در همین راستا علی مطهری خواستار پایان یافتن دخالت سازماندهی شده سپاه در سیاست شده و گفته این نهاد نظامی نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند. آقای مطهری تاکید کرده حد و مرز فعالیت‌های اقتصادی این نیروی نظامی باید مشخص شود و سپاه پاسداران نباید به یک کارتل یا تراست تبدیل شود. علی مطهری یکی از منتقدان جدی فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی سپاه پاسداران است و پس از انتخابات مجلس دهم از دخالت فرماندهان این نیرو در انتخابات سخن گفته بود. سخنگوی پیشین شورای نگهبان در گفتگوی تازه با خبرگزاری سپاه به تمجید از علی خامنه‌ای پرداخته است. عباس علی کدخدایی گفته در زمان مسئولیتش علی خامنه‌ای رسماً به شورای نگهبان دستور داده بود کسی به خاطر اظهار نظر علیه وی رد صلاحیت نشود. آقای کدخدایی همچنین گفته فتنه 88 یکی از پیچیده ترین بحران‌هایی است که دشمنان انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور با تمام توان خود برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به میدان مبارزه آمدند. اظهارات عباس علی کدخدایی در حالی است که در جمهوری اسلامی بسیاری از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به دلایل واهی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته سرانجام جریان اصلاح طلبی که ابتدا با شعارهای خوبی آغاز شده بود به فتنه منجر شد. فتنه عنوانی است که سران نظام جمهوری اسلامی برای اعتراضات مردم به انتخابات خونین ریاست جمهوری 88 استفاده می کنند. آقای لاریجانی گفته وقوع فتنه های سال 78 و 88 از جمله توطئه هایی بود که با تدبیر رهبری خونسا و در نهایت موجب سربلندی نظام جمهوری اسلامی شد. آملی لاریجانی با تمجید از علی خامنه ای گفته جمهوری اسلامی به تدبیر و نقش ویژه وی در ادامه راه نظام اسلامی نیازمند است. به دنبال هشدار حسن فیروزآبادی و علی سعیدی به رسانه‌های امنیتی در خصوص برخوردشان با دولت،
رمضان شریف سخنگوی سپاه میگوید رسانه‌هایی که مورد نظر فیروزآبادی بوده است بیشتر رسانه‌های وابسته به سازمان بسیج است که ارتباط مستقیم و سازمان یافته‌ای با سپاه پاسداران ندارد. پیشتر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران از عملکرد رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی انتقاد کرده بودند. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به دومین تذکری که توسط مسئولان نظامی به رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح داده شده است به سایت تدبیر گفت من صحبت‌های سعیدی را خواندم اما فکر نمی‌کنم ضرورتی داشته باشد در مورد این موضوع صحبت کرد. اینکه در سه هفته گذشته دو بار تذکر داده شده است الزاماً به این معنا نیست که این رسانه‌ها این امر را رعایت نکردند. اتفاقاً بعد از تذکری که سلشکر فیروزآبادی به رسانه‌ها دادند، آنها هم همکاری کردند و به صورت جدی این موضوع رعایت شده است. او ادامه می‌دهد، اما چون به صورت جدی موضوع تذکر سلشکر فیروزآبادی در رسانه‌ها بازتاب داشته است و مورد سؤال خبرنگاران قرار گرفته است، مجدداً در مورد آن صحبت‌هایی شده است. سخنگوی سپاه می‌گوید که روی صحبت فیروزآبادی بیشتر رسانه‌های منتسب به سازمان بسیج بوده است. رمضان شریف در خصوص رسانه‌های منتسب به بسیج می‌گوید بسیج هم رسانه‌هایی را در کشور برای کمک به فضای فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمن راه اندازی کرده است و در این حوزه هم توفیقاتی داشته است، اما گاهی در خلال تغییرات و تحولاتی که صورت می‌گیرد اشکالاتی هم پیش می‌آید که منجر به این تذکرات می‌شود. گاهی از وزارت ارشاد، گاهی از شورای عالی امنیت ملی، گاهی هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این تذکر را بیان می‌کنند. این تذکرها پیشتر هم داده شده است، ولی شاید به دلیل اینکه به شکل علنی بوده است مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. رئیس روابط عمومی سپاه می‌گوید اما در کل سپاه ارتباط سازمان یافته‌ای با این خبرگزاری‌ها ندارد. این خبرگزاری‌ها و سایت‌ها معمولاً با سازمان بسیج در ارتباط و تعامل و همکاری هستند. بسیج این رسانه‌ها را پشتیبانی و به آنها کمک می‌کند و قاعدتاً خط و ربط این رسانه‌ها را هم کنترل می‌کند. سردار شریف در پایان هم در پاسخ به این پرسش که اگر رسانه‌ها این تذکرها را جدی نگیرند چه خواهد شد، می‌گوید این رسانه‌ها قطعاً ملزم به رعایت تذکرات اخیر هستند، خصوصاً در سلسله مراتب نظامی باید به این تذکرات توجه کرد. روشن است اگر این اعمال نشود با همه رسانه‌ها برخورد می‌شود. در صحبت‌های سلشکر فیروزآبادی هم بیان شد که اگر این تذکرات اعمال نشود با این رسانه‌ها برخورد می‌کنیم. دستورپذیری یک اصل در چارچوب رفتارها و فعالیت‌های نظامی است و همچنین قطعاً چگونگی این برخوردها هم به تدبیر سلشکر فیروزآبادی بستگی دارد، گرچه ما سازوکارهای تعریف شده‌ای داریم. از سه هفته پیش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد از برخی اقدامات رسانه‌ای علیه دولت گفته بود متاسفانه یک مقدار بازی‌های رسانه‌ای موجب تشویش از آن عمومی می‌شود، یک مقدار در گوشی حرف زدن‌های غلط و یک مقدار جفسازی‌های سیاسی و یک مقدار هم نابسامانی‌های احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور باعث نابسامانی رسانه‌ها و تحلیل‌ها در کشور می‌شود. باید منافع حزبی، گروهی، دسته‌ای، سیاسی، تبلیغاتی، انتخاباتی همه بایستی کنار برود و همت برای ساختن کشور و کمک به دولت برای پیشرفت کشور و چه همت همه قرار بگیرد. حسن فیروزآبادی افزوده بود بعضی اخبار بی ارزش و تفرق انگیز هستند، بعضی ها هم شایعه، تهمت و بی مبنا هستند. من خطی و سیاسی عرض نمی کنم. حتی رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند. برابر مش و منویات رهبری حرکت نمی کنند. باید روششان را
اصلاح کنند و الا ما با آنها برخورد میکنیم. در همین راستا روز سه‌شنبه نیز علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بار دیگر به رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح تذکر داد. سعیدی در این خصوص گفته بود برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتسب به سپاه هستند و انتظار می‌رود که خبرگزاری پارس و دیگر خبرگزاری‌ها در بیان خبر جامعیت داشته باشند، زیرا گاهی برخی اخبار بدون دقت و ملاحظه روی آنتن می‌رود. سپاه پاسداران به ویژه از سال 88 فعالیت‌های رسانه‌ای خود را به شدت گسترش داد و در کنار راه‌اندازی شمار زیادی خبرگزاری و سایت خبری به تهیه و توزیع فیلم و پوستر و بنر نیز می‌پردازد. رسانه‌های وابسته به سپاه در ماه‌های گذشته محل شدیدترین انتقادها به دولت حسن روحانی و حمله به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و توافق ژنو بودند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش.